همزمان با افزایش خشکسالی و کمبود آب در برخی مناطق افغانستان، بحران کم آبی در مناطق شیعه‌نشین به ویژه در غرب کابل پایتخت افغانستان فاجعه آفرین شده است. ساکنان مناطق غرب کابل که عمدتاً شیعیان هزاره هستند، هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به مسئله کم آبی در غرب کابل باعث وقوع یک فاجعه تمام عیار انسانی خواهد شد. فاطمه موسوی گزارش می‌دهد. افغانستان چندین سال است که با کاهش سطح آب‌های زیرزمینی مواجه شده و کم آبی به شدت آن را تهدید می‌کند. اما وضعیت این روزهای منطقه غرب این شهر که بیشتر محل زندگی شیعیان هزاره در این کشور است، حاکی از بحران زودرس کمبود آب در پایتخت افغانستان است. این روزها در شبکه‌های اجتماعی مختلف کاربران افغانستانی تصویری از صف طولانی مردان کهنسال، زنان و کودکانی با دبه‌های زرد رنگ همرسانی می‌کنند که در محلی منتظر هستند تا نوبتشان برسد و دبه‌هایشان را پر از آب کنند. این تصاویر بخش کوچکی از مشکلاتی است که ساکنان غرب کابل این روزها با آن درگیر هستند و نشان می‌دهد که بحران کم آبی در این منطقه بسیار نگران کننده است. اما صحبت‌های ساکنان این محل نشان می‌دهد که تاکنون هیچ برنامه‌ای از سوی گروه طالبان برای حل مشکل کم آبی در این منطقه روی دست گرفته نشده و با این بی‌توجهی احتمالاً این مشکل بیشتر از هر زمان دیگر خطرناک و گسترده خواهد شد. ساکنان غرب کابل میگویند در صورتی که مشکل کمابی این منطقه حل نشود، بیش از 1 میلیون نفر با چالش‌های متعدد مواجه خواهند شد و زندگی و حیات آنها در معرض خطر قرار خواهد گرفت. اکنون اکثر ساکنان مناطق غرب کابل از چاه آبی که برای مساجد حفر شده آب آشامیدنی خود را تهیه می‌کنند و ساعت‌ها در صف‌های طولانی در مقابل این مساجد منتظر می‌مانند. شماری هم آب آشامیدنی خود را از تانکرهایی که در مناطق مختلف میچرخند و آب میفروشند به قیمت گزاف خریداری میکنند. چندین ماه است که کم آبی در غرب کابل توجه عمومی را جلب کرده است و گزارش‌های متعدد در مورد مشکلات این منطقه منتشر شده است. اما گروه طالبان تاکنون برای حل مشکل کم آبی در این منطقه اقدام نکرده است. ساکنان محل میگویند مسئولان وزارت انرژی و آب تحت مدیریت گروه طالبان حتی به شکایت مردم در مورد عدم پاسخگویی شرکت‌های خصوصی آبرسانی نیز توجه نکردند. آنان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به مسئله کم آبی در غرب کابل باعث وقوع یک فاجعه تمام عیار انسانی خواهد بود. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. بصیر عبادی، فعال رسانه‌ای و اجتماعی از کابل با ما همراه هستند. سلام جناب عبادی، وقت شما بخیر. عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان شما. اطلاعات شما از مشکلات کم آبی در کابل و به ویژه مناطق هزاره و شیعه‌نشین غرب کابل چگونه است؟ بفرمایید. بله، در کل کابل پایتخت افغانستان در یک بحران کم آبی به سر میبره، اما مشکل کم آبی بیشتر در غرب کابل که اکثرا هزاره نشین و شیعه نشین است به مراتب بیشتر از دیگر نقاط کابل است و مشکل هم اینجاست که غرب کابل از لحاظ منابع آبی غنی است، اما آب غرب کابل به طرف شرق و جنوب کابل انتقال داده شده و مردم این غرب کابل از کمبود آب یا نبود آب رنج میبرن. اکثرا غرب کابل مردمش از چاهای دستی که حفر شده و یا شرکت‌های خصوصی که چاه آب حفر کرده و مردم آب توزیع میکنه استفاده میکرد. بدبختانه که در 6 ماه اخیر شرکت‌های خصوصی اکثرا به دلیل کمبود آب و توزیع آب به مردم بند ساخته و مردم با مشکل بسیار حادی کم آبی مواجه شده و فعلا هم مردم در غرب کابل به شدت دچار کمبود آب آشامیدنی هست و
هیچ راه چاره را هم روز نیافتند. بله، با وجود کمک‌های چشمگیر جامعه جهانی، چرا همواره مناطق هزارها و شیعیان از سوی مسئولان حکومتی گذشته و اکنون این کشور مورد بی‌توجهی و حتی تبعیض قرار می‌گیره؟ متأسفانه افغانستان کشوری است که هنوز هم تبعیض و برخوردهای چندگانه در اینجا به شدت وجود داره و همچنان که در سالهای گذشته و همچنان در شرایط فعلی امکانات و پروژه های انکشافی به گونه مساوی در بین مردم افغانستان تقسیم نمیشه و پروژه های حیاتی که باید در قسمت بند آب و یا آب آشامیدنی برای مردم تهیه کنه در غرب کابل مخصوصا در مناطق هزارنشین در سراسر افغانستان در نظر گرفته نشده و باعث شده موجودیت تبعیض در افغانستان باعث شده که بخش از مردم افغانستان از بسیاری امکانات از جمله حتی آب آشامیدنی هم محروم بماند و این کمک های جامعه جهانی هم که سالهای سال به افغانستان وارد شد متاسفانه حساب کتاب در پی نداشت که آیا این کمک ها به کجا چگونه به مصرف میرسه و ما سالهاست که از این تبعیض و از این برخوردهای تبعیض‌آمیز قومی مذهبی رنج میبریم و این یگانه مشکل عمده است که تمامی مردم افغانستان نمیتوانه از امکانات موجوده به گونه مساوی استفاده بکنه. در شرایط فعلی هم که مردم غرب کابل دچار کمبود آب آشامیدنی شده تأسف‌آور این است که حاکمیت فعلی که طالبا هست هیچ گونه پاسخگویی به خاص و به خواست مردم نداره. مردم بارها به اینا مراجعه میکنه اما اینا در اوائل بعضی مسائل مطرح میکرد که ما دنبال میکنیم اما اخیرا اصلا به هیچ به خواست مردم توجه نمیکنه و این نگرانی جدی رو بر مردم خلق کرده که خب در نهایت چی خواهد شد. بنابراین این مردم فعلا مردم غرب کابل از کمبود آب رنج میبره و هیچ راه چاره‌ای را فعلا نیافته و آینده همچنان نگران است. بله، با تشکر از بصیر عبادی که از کابل با ما همراه بودند.